لبخند یاره، بهارم دیدن لبخند یاره، چه زیبا میشه با یارم بهارم. ای عزیز یار گل ما، جون گل ما، یار گل ما، دل رنجی درا از خود رضا کو. ای عزیز یار گل ما، جون گل ما، یار گل ما، رسیدی قصه هجرون سر اومد، بذار تا من ببوسم خاک را. ای عزیز یار گل ما، جون گل ما، یار گل ما، یار گل مایی گلم، یار گل مایی، یار گل مایی گلم، جون گل ما، یار گل ما، یار گل ما. ماشاءالله عروسی ما شد، مزاحم همسایه‌ها نشید، چرا چه خیلی نازه دختر و نسل لطیفه. بهنوش که سیرگور منگولی ماشه، بهنوش لباس های خودشو درست کنه. راستی میدونی شب میخواد چی بپوشه؟ نه بد نباشه لباسش، حواسم باید به لباس اونم باشه. نه بابا آجی اینجوری چای میگیری جلو خوشگلی. خوب شدم من؟ خودت خوبی، خودت انقدر ظریفی. ببین این دلم شب اینجاش خوبه؟ این خوبه، خوبه. این یه ذره پف دادم شونه ها تو قشنگ تر نشون میده. چیه دایی؟ تولکی؟ چی بگم دایی؟ پرچم بالا رفتیم پیش آقاش، پرچم اونو کرد تو وایت ایکس، گیر سپیچ داده، هر جوری هست باید خانواده تو ببینم. خانواده ما که همه دایی جون، یه رفیق داشتم به اسم شاپور شلو، از اون پابه میخواد بود. چو؟ پابه میخ یعنی آدم سمج، یعنی آدمی که مثل میخ میره تو زمین و اجاز تکون نمیخوره. این شاپور شلو یه محله ازش دائم العزا بوده تا اینکه زد عاشق یه دختره شد. دختره از ما بهترم بود. شاپور شلو دستش به کلفت خونه دخترم نمیرسید، چه برسی به خود دختره. این شاپور عاشق موتور بود، هر روز با موتورش میرفت جلو خونه دختره، پا به میخ میشد. به عشق دختره؟ نه، واسه دیدن کلفت خونه دختره. با کلفتم تیک میزه؟ نه دایی جان، شاپور اینو فهمیده بود برای رسیدن به دختره باید اول کلفته رو ببینه. عجب تیزی بوده. خب
بعدش چی شد؟ هیچی. شاپور مرد. مرد؟ خودکشی کرد بخاطر دختره؟ نه دایی جان، با موتور رفت زیر کامیون مرد. دختره چی که؟ دختره که اصلا نفهمید شاپور عاشقش بوده. کلفتی یعنی اصلا بهش نگو؟ کلفته قبل از این که شاپور بخواد بهش بگه از اون خونه اخراجش کردن. جان میگم دایی، من اجور فکر میکنم ربطشو به این ماجرای خودم نمیفهمم، داستانی که تعریف کردی. ها دایی جون، ربطش اینه که شاپور شلو خدا بیامرد کس و کاری رو نداشت برن خواستگاری. اما تو ماشاءالله یه خانواده به این خوبی داری. چه خانواده ای دایی؟ گفتم که خانواده ما بخشن همشون، اونم گیر سپیش داده که حتما باید خانواده رو برداری بری ببینی. خب خانواده تو ببر ببینن. میگه من اصلا تو اون خونه راه نمیدن. آقا جون من از خونه انداخته بیرون دایی، چی میگی؟ چی رو راه نمیدن؟ اونجا خونته. در رو با نمیکنن. دایی جان پاسفت کن. چیکار کنم؟ دایی جان پاسفت کن، یعنی سماجت کن، سمج باش. از دیوار برو بالا، انداختنت بیرون، در حیاط بشکون، از پنجره برو تو، برو گریه کن، التماس کن، بابا سیاوازی در بیار. اینا رو که بلدی که، روزی که همین جوری که نمیاد سراغ آدم، میاد. دایی نمیشه، همه این فکراشو کردم، نمیشه. دایی جون میشه، باش بشه. میشه چون اونا خونوادتن، میشه چون دختره رو میخوای. خلاصه دایی جون، یا پاشو برو یا قید عشقتو بزن. قیدشو که نمیشه زد دایی، سرم بره تنم بره، قیدشو نمیتونم بزن. پاشو برو، میرم سراغش. برو. چیه؟ خواهرم آدم بلور سفید رو ول میکنه، بلور قهوه‌ای رو انتخاب میکنه. خیلی سیاه کردی خود، این چیه؟ اینو میگین واسه اینکه فکر کنن اسکی بازم خواهر سوسن باحال کلاس. نگی امشب جلوی خانواده، خانواده سنتی ان اصلا خوب نمیتونن. ها بهار سنتی ان که سنتی ان، اسکی ورزشه بابا، یه ذره به روز باش لک میشه. خب ببخشید بابا، چقدر سنگینه این سرب داره ها، رخت خوابو پاک نمیشه. تو رو خدا شب صورتو بشو. ای نه نه وای لا حولو ولا قوت الا بالله. خانم شما چای ندارین؟ شما شب فقط واسه مهموناتون باید بیارین. دور بزن دور بزن به چرخ ببینم. آجی آبینا کجاست؟ میخواست لباسامو ببینه. با اینقدر تو دست و بالم پلکیدم فرستادشم با آقا جون سر کوچه. ببین از این اولاق پولیا دوست دارن بچه‌هام. آخه خوشگل شده ماشاءالله. از اون لباس شبا جغدز دوختی ولی ممکش؟ نه خیلی خوبه. وای خانوم وزین، این پاپیونشو وا میدادی. کاش لباسای تو رو من میدوختم امشب، همچه خیلی تشعشع داره. خیلی هم شاده. نه خوب نیست. بله نه نه بد نیست، مجلسیه ولی فیوریت من نیست. فیوریتش تنشه، لباس شب بله برونشو یادته همش اکلیل بود. بشین اونجا، خنگر فضا اومده بود. نه 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 تا مزمون نگات کن. میگم ولی احتمال این که آنلاین عاشق بشی زیاده. بشین بشین خواهری. بشین خواهرم بشین. آخه با خودش قیاس میکنه، یادته که آنلاین عاشق شد چه کردی با ما خواهرم؟ یا حامد یا مرگ، یا حامد یا مرگ، یادته که دوست نشوه. خب آدم بچگی میکنه دیگه. آخه مردو خودشون نشون نمیدن، اولش که میبینشون انگار آب میوه 100% طبیعی، به مرور همچین نمور میشن، شربت اکسپکتوران تلخ. اینا را کجا میاره؟ حالا جدی من یه چیز به تو گفتم، گفتم نگاه نکن، ولی یه زول همچین مخملی بزن. اگر دیدی اونم زول زد ولی نگاشو گرفت، بچه مثبت آب گوش به بالا مامانم اینا. ولی اگر تو زول زدی اونم بچه پر رو همینجوری به تو زول زد، نگاشو نگرفت، سلامتی عالی متعالی، همینجوری یه زولی بزن نمور، بعد چای رو بپاش تو صورتش. بهنوش نه نه اینکه از قصدی، منظور که این پام خورد و دلبری های دخترونه بلده دیگه خوده. آخه این حرف آدم روز خواستگاری به عروس میزنه، اونم عروسه که دوچارونه. باشو خواهرشم، خواهرشم، من خودم مثل شم سوختم، نمیخوام این بسوزه. سوخته ها، خواهرم کلا خوب سوخته. نه جدی، خب من خودم دلم میخواست به جا کلیپ سایه مرد بالا سرم باشه. خدا نکشتت. تازه من با این انتلکش ازدواج کردم، یعنی روشن فکر. اومد کی؟ تالش اومد. بایستا
شوهر دادم حسابی در میاد. برو واسه خودت. منم خوشبختی تو به اشتراک میذارم. ببین گوله گوله واسهت انرژی مثبت میفرستم. ولی جون بنوش بچه دار نشیا. همون شوهر رو بزرگ کن. مردا تا آخر عمرشون پسر بچه میمونن. بهشتم زیر پاته. وی آی پی. چه حرفی میزنی بنوش جونا؟ من خودم اعتقاد دارم آدم یا ازدواج نمیکنه یا اگه ازدواج کنه خب باید بچه دار بشه دیگه. من که عاشق بچه ام. آجی بابا گریه میکنه بابا عزیزم بابا من حرف میزنم به خود کور برا میگن پس چی به پاکی اون قشنگه من اشتباه کردم پس من کار کردم آجی تو رو خدا نه بابا نه خزن گرفته میگم من عکس مامانی و شلو بودی و رفتم تو بحر نگاش دلم گرفت آخه وقت جاش خالیه یعنی من هر کاری میکنم هرچی جون میکنم که هیچی کم نباشه بازم هست من اینجور وقتا بیشتر حس میکنم که یه چیزی کم گذاشتم یه چیزی نیست بار تو هیچی کم نباشه رسی کردی ما تو ایشالله مشکل تو حل میشه همه امشب بایو خواستگاری روح مامان شاد میشه پاشو یه زنگ رو زهامه دم امشب بیاد اینجا پاشو خواهر جا پاشو بخواب خیالم جمع باشه شما از لحظه های عاطفی سو استفاده میکنی حامد بی حامد خوشم نمیاد اینجا باشه خانواده خودش که همه ازش دفاع میکنن خواهرای منم باید پشتیشو بکنن من اگه 7 میلیون عصب داشته باشم حامد رو 7 میلیونش را میره نمیخوام بیاد ندارم الان که خودمونم غریبه بینمون نیست تو سالها رو 7 میلیون عصب ما را رفتی همچین دختر آرومی قبل ازدواجم نبودی کلا پلنگ خونه بودی دیگه ماشاءالله از همجوری میجوشیدی همجوری انرژی خب اونم پسر آرومیه دیگه سخته با تو کنار اومدن تو رو خدا قدرشو بده دست شما درد نکنه خواهر جون دیگه هر کس به طریقی دل ما میشکند خدا رو شکر تنوع هست حوصله آدم سر نمیره اینا یه جور آبجیام یه جور بابام یه جور شوهرم یه جور ای بابا بهار جون اگر من اضافی ام تو این خونه دست دو تا بچه‌مو میگیرم میرم مشکلی من برم نه بخور والا به خدا بیا ببین تو این دنیای مجازی بیا ببین دیگه این کامنت ها رو بخون واسه من 2 روز عزای عمومی اعلام کردن درد منو قصه منو اینا به اشتراک میذارن دوتا خواهر خودم درد منو لایک نمی کنن اصلا بی خود نیست من رو در یخچالم زدم دیگه من از اول فهمیدم رو در یخچال زدم فرندز ویلکام فامیلی اضافی بودم کامنت هم گوشتن اینک منم زنی تنها در آستانه ای فصلی زد عزیزم من ازت معذرت میخوام خواهره کنم آخه بغض نکن فردا چم دلتو شکستم خاک بر سرم کنم تو عزیز دل من فردا چم آخه آدم خواهرشو بیل میکنه شوهر خواهرشو بشه نه به خدا چه منظور بذار واسه توضیح بدم فردا چم بذار واسه توضیح بدم جگر تو برم خواهر گلم من از این جهت میگم ما نکه اصلا مرد جوون نیده ما همه جو آقا جونو میریم بهادارم که نیست میگم نمیشنازیم مرد جوون میگن خیلی عوض شد میگن اصلا یه جور دیگه بیرونم که خیلی نمیریم خب میگم مثلا این آقا امشب میاد جوونه حامد باشه بهتر جوونا رو میشناسه شاید خدای نکره زبونم لال 7 قرون میون زبونم مثلا این یه ککی به کلاهش باشه مثلا یه جوری باشه حامد تشخیص بده حامد به ما بگه که بهش نبگیم مثلا نبگیم نه اونجوری مثلا آره دیگه نبگیم آدم هر کسی که اکسپت نمیکنه بهش یس نمیگه خواهر من گزینه‌های دیگه‌م هست میگه نه آره خب ایشالا موقع مثلا میشه گزینه‌های بعدی رو سبک سنگین کرد دیگه آره آجی جان ببخشید کدوم گزینه ها رو میگی شما؟ حالا ایشالا این پا قدمش خوبه همین جوری گزینه میریزه تو این خونه ایشالا خونه فهمت به اینا که تو دراری؟ بعده آجی؟ نه میگم نمیترسم چای مایی رو بریزنی برای چی؟ بدش کن قربونت برم ایشالا تا عید پولامو جمع میکنم چشماتو لیزی میکنیم ای وای خواهر من مهمون داریم برو بشین اونجا حوصله‌شون سر میره اسمت خانم تنها سوسن 300 دلار خوردی
کاربرا عاشقتن. ببین یکی واسط کامنت گذاشته کانگراتولیشن، مهم نیست که چقدر خواستگار داری، مهم اینه که کی خواستگارته. ویرجینیا وولف. بابا یه امشب با ما باشه اون دنیای مجازی، بیا بیرون. نسبت خانم خیلی کم حرفه، تفلک خیلی سنتی خجالتی. اصلا ببین با تو باید هم کلون بشه دیگه که روش باز بشه بتونه روش به خواستگاری حرف بزنه. برو بشین پیشش به زبون مادری هم لطفا حرف بزن خواهرم. عدش کردم رفت. چه کارش کردی؟ بابا اسمت خانم خیلی زن به روز، خیلی آپ تو دیت، اصلا اینجوری ها نیست. چقدر لباس من خوشش اومده بود. یعنی خلاصه سر شوخی و با که دو تا صفحه داره تو دنیای مجازی، یکیش فیکه به نامش زدن، یکیش هم خودش وقت نمی کنه ادمین داره ولی صفحه داره. آره بابا دارین دنیای مجازی چه کرده با زندگی مردم. من خیلی من خیلی استراب دارم، میزن هوای منو داشته باشین دیگه. خب خیلی خوب، حالا ولی با من به زبون مادری حرف بزن، من به اندازه کافی هول شده. البته چیزی نیست که آدم هول بشه ها. ما میریم یه دو دقیقه بعد تو چای دو رنگ خوشگل بریز، استکاناتم برق انداختم بیا. خب کاش کافی داشتیم. نه بابا همه چای عالیه، چای دو رنگ از همه چی بهتر. بسم الله یادت نره. سایه چی شدی تو؟ سوسن دوباره فکر کنم نمازانی شد. آره سوسن رنگ بروش نیست باید بمیرم. مرا سوسن شده توی کرج نصف شب کار تعروسی توی دستمون دنبال آدرس عرفان. بشین عزیزم. آقا جو ما که دست نداریم، شما خودتون گفتی خواستگار رو میان ما نباید دست نداریم. آقا ما دست داریم. بذارید راحت باشن حسین. بچه و ملیسا خاطر دندوناشو میگم خانم، بایل شیرینی که زیاد بخورن. خب میفرمودید. بله راسته پیدا نکردیم آدرس تو، دست از پا دراستر برگشتیم از شب خونه. آدرس هم اشتباه. بله دیدیم ای داد بیداد دوست عرفان، عرفان خونه رو خالی کرده، معلوم شد نقشه بوده. اصلا چه عروسی؟ این هم خودش تجربه ایه. بله اخیرن اینجا دوزی ها مت. بله خب به سلامتی آقا بادران رفتن خارج از کشور. بله برای همیشه فرستادیم ایشونجا. آقا بادر برای محیط مثل اینجا آفریده نشده بود. بله منظورم اینه که اینجور جوونا باید برن خارج، فقط باید برن خارج. بله 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 بفهمید میوه، یعنی بفهمید شیرنی. مثل که ما بعد وقتی مزاحم شدیم، مثل که دختر خانوما تو آشپزخونه خیلی کار دارن. نه الان تشریف میارن، الان تشریف میارن. شاید مشکلی پیش اومده. نه چه مشکلی، ما تو خانوادمون از هم هیچی پنهان نداریم، هر مشکلی پیش بیاد به هم میگیم حلش میکنیم. خب این از حسن پدری شماست، خیلی خوبه. بله خیلی ممنون. به جون خودت تو سه بار سر کوچه این دوتا راجع به درس و مدرسه با هم حرف میزدن، داداش ما یهو اینا رو میبینه. همون روز که اومد خواستگاری سوسن چایی رو که آورد، یه دفعه بهادر اومد تو. تو چه قشقرقه دیگه، خدا میدونه یعنی خواستگاره رو گرفت. حالا نزن که بزن. یه دفعه سوسن رشه افتاد، چایی ها ریخت، نمیدونم سوختن مهمونو، اصلا نمیدونه یه وضعی باید بودی میدیدی. بهنوش بهنوش خلاصه سوسن دیگه از اون موقع حرف نزد نزد تا یه سال پیش. آره دکتر سوسن عصبیه. گوشت با منه؟ نه با خورمونت برم اصلا واسه چی هول کردی؟ اگه با هم حرف زدیم الان هم کسی اینجا نیست، خودمونیم. خودمون بدون بهادر. بهادر نیست، بهادر نمیاد، نمیاد نمیاد، تا دو ماه دیگه نمیاد. تو زندان قربونت برم من. کیران خیلی خوب بود نبه؟ فکر کنم یاد خواستگار چهار سال پیشش افتاده. یه کمی خواستشو بهش دادیم؟ فکر کنم یه دو ساعت دیگه وقتش، الان نیست. امشب مجبوریم، مهمون داریم، قصر بیار. چشم. آقا جون آرمیتا گفت طبیعیه. چیش طبیعیه این الان؟ سوسن هم نبود، ترسشو گفت. نگفت واسه ترسش بعد چی کار بکنی؟ گفتش که اصلا چایی نبره، چون چایی ترسشو بیشتر میکنه. بهنوش جان دخترم این چه حرفیه که میزنی؟ چایی بردن یه رسمه، قرصشو بخور حالش بهتر میشه. بیا فردا جان بخور گلم، بخور ملوسم،
خور عزیز دلم، بیا فدای اون دهن قشنگت بشم خواهر خوشگلم، دردت به سرم. شما دوتون بری پیش مهمون و تنهان، حالا ما میاییم. بریم هر دوتون، بریم بریم بریم. قربونت برم، زود بیاید. اونو قطع کن بیا بریم، اونو قطع کن، اونو قطع کن. خوشگل شدی غزاله جون، یه ذره فقط بزرگ شدی این دماغه رو بدی بالا، میشه ابرو هم بره اینجور کن. خدا رحمت کنه شمسی خانم. خدا بیاموزه. خیلی ممنون، خدا رفتگان شما رو هم بیاموزه. ماشالله، هزار ماشالله، پا گذاشتی جوپای مامانت. ایشالله که عمر 120 ساله داشته باشی. خانوم با وقار، مهربون و دوست داشتنی و مهمون نواز. خیلی هم ممنون. اصلا اون بچگی خانومی ازت میبارید. ماشالله. من خوب سلسبیلم داره دیگه، از اون همهش تمامش به لریانه. ای بهنوش جان جان، به لریان درسته نه به لریان. به لریان دیگه، به لریان دیگه. بهار جون کی میخوای این چای رو بدیم و بخوریم؟ بفرمین شیرینی، بفرمین. به به سوسن جون، سلام. سلام سوسن خانم. سوسن نمیذارن دو دقیقه آدم راحت بشینه. آقا جون نه دیگه، شما مهمون داریم، بفرمایید من میرم. اینجا بایی باشن دو دقیقه آوردن برم. یکی میتونی باشه این وقت شب؟ چاکه پاکه نوچه پاکه نازی جو هره چه داری بندی؟ سلام داداشو، قربونتون برم، الهی شما آزاد شدین. نه آزاد شدن داره بکن، دست شما درد نکنه خانم. پس چرا عروس خانم نمیاد؟ جانم اسمت خانم، شوخیتون گرفته، یه عینکم برای شما بگیریم. عروس خانم اینجاستی که شاخ شمشاد دسته ای. سوسن جون، عروس خانم، اول آقا دوماد جایی. مامان وا شما تاج سر مایی، شما آقا داداش مایی، بزرگتر مایی. الان یه صحبت هایی هم هست، شما باید تو خموشادی ما سعیم باشی، ولی الان نباید باشی، یعنی الان باید بری فردا بیای. خب میشه بری فردا بیای، قربونت برم. باشه باشه باشه، دست درد نکنه. رفتی بهادر؟ درو چرا باز نمیکنی آخه؟ حتما دوزی باید از بالا دیوار من بپرم بیام تو. چه خبره؟ یه خبری که پنج دقیقه ارواقا که مامان شمسی به من مهلت بده ببینم چه خاکی به سرم کن. تو رو بقرام پنج دقیقه نهی تو. کی بود بهاره؟ یا الله Thank you.
مامان چند ماهتی؟ من خصوصان چش شده؟ خصوصان خوبه چاش فشکره رفته میشم اومده بودم خواستگاری میشنوه میان چه خاطی میکنی دوباره آقا جون ببین هم عصبانیت کار شیطونه هم عجله شما یه دقیقه وایسا اینجوری که نمیشه که آخه من هیچم عصبانی نیستم خوبم میدونم دارم چیکار میکنم برو کنار شما الان خیلی آرومی خیلی خوب برو کنار من حرفم رو بزنم دیگه من خب مطمئن بزنم حتی معلومه که تقصیر توئه. تقصیر منه. من میگم تقصیر منه شما باید بگین تقصیر منه. برو کنار. بابا اصلا تو مخیله من میگنجید که اینا واسه پسرشون که 10 سال از من کوچیک‌تره میخوام میان خواستگاری من. اصلا من الان وقت شوهر کردنم دیگه. من بچه داشتم الان اینقدر بود. بهاره گوش کن ببین چی میگم. من بعد توی این خونه در مورد خواستگاری دیشب هیچ کس حق نداره حتی یک کلمه حرف بزنه گفته باشه. آبرمون میره ها چشم. چشمت میبره برو کنار. نمیرم. ای تو هم همینجوری مات وایسادی خب خاله بیا کاری کن نذاریم آقا جون بره. آقا جون شما میخوای بری بیرون چی کار؟ دارم میرم حق دایی تو اون داداش ناخلفتون رو کف دستشون بذارم. برو کنار. آقا جون به خدا دایی اصلا تقصیری نداشته تو این ماجرا. بهاره جان تمام نوسانات زندگی ما مربوط به دایی میشه مخصوصا این پسره رو آزاد کرد که منو به چزونه بیا کنار که دارم میرم هر چیز نوسان ریشش خوش کنم این کنار مگه بهاره رفت پیش دایی رفت پیش دایی به نخه تشریف بردن هتل هیلتون مای گاد آقا جون راست میگه بهار جان آقا جون راست میگه اون بهادر کره داییه به خدا دایی عوض شده دایی دیگه اون دایی سابق نیست از کجا میدونی مگه تو میبینیش شاید هم عوض شده من از رو چیز میگم از رو تغییرات سن و سالش میگم یعنی سنش رفته بالا خوب لابد عوض شده دیگه چند بار به شما گفتم اینم دفعه آخره که بهتون میگم یا شما با منی آقا جون تو رو خدا نزن یا شما با من این یا با دایی تو کرده تو سرم برو کنار معلومه که با شما من نوشابه میخوام باز تو گفتی نوشابه بیام بزنم تو اون دهن دستت رو بلنشه خودت میدون یا تو به خدا بهروشم رو بزنم صد دفعه گفتم نوه گلم ملوسکم شما 4 سالته فقط دوغ بخور دوغ خودشه چی شده؟ هیچ شما یه چی کار میکنه؟ نه تلفن رو جواب میدی نه سر کلاس ها میای دلم هزار رو رفت گفتم برم ببینم چی شده بعدم بهتون توضیح میدم ببینم کیه سلام بهاره جون وای ما امروز با هم قرار داشتیم نه من مسیرم این بر بود گفتم برم بگم حالا عجله نکن برای لباس ها من زیاد عجله ندارم باشه خب بیان چایی خیلی ممنون خداحافظ زمانه عجیب و غریبی شده انگار نه انگار که تلفن هست خب زنگ بزن خانم برای چی میداری خونه مردم مزاحم میشی خالی یه دقیقه بیا تو اتاق زدم تو دهنش آقا جان نبینی خونه دایی ببینی چه خبره چرا می... چه صبر من هر چیزی وقت خودشو میخواد آره وقت هرمز واو نون درسته از جلو آدم پایین نمیره باید لغمه لغمه خورد گفتم دایی نرم در خونه شهر میشه دیر جنبیده بودم آقام با چوب همچی میزد تو سرم بعد آقام نرفتی تو خواستگاری رفتی اونم خواستگاری کی؟ معروسک بابا ما رفتیم دایی جون کجا؟ دیر به جنبم خانومم از کفم رفته وقت وایسا بینم همچی میگی خانومم انگاری 10 سال زیر یه سقف اینو 6 تا قدنی میقدر داریم حیا کن بچه هنو نمه داره 4 جا بگی چو میفته که حتما با ناموس مردم 8 و 9 داری یه نشم هم بگی خانومم ها چی کار کنم دایی اعصابم ریخته به هم زدم دیگه به سیم آخر یا خانومه یا ایشکی بادو این دایی احترامت واسه من واجبه خودت هم میدونی چه خاطرتو میخوام ولی این دفعه مثل یه مرد تصمیم خودمو گرفتم این دفعه به خانواده مانواده کاری ندارم یا همینجوری پاپتی ما رو میخواد یا هیچی بیا اینجا کارت دارم بیا دایی چه باز میخوای مخ ما رو تیلک کنی میخوای مخ ما رو بزنی بگو رو چشم شما که هر چی میگی ما گوش میکنیم بفرم بگو ظرفیتشو داری ظرفیتشو داری
آره دایی. خیلی خوب. دایی داری میری بیرون، آشغالا رو هم بذار دم در، حیاتو داره بو گند بر میده. امر دیگه نداری دایی؟ شفت در حیاتم بنداز. اسم نوشابه رو جلو آقا جون نمیاری یا فهمیدی؟ من قربونت برم بخور نپری تو گلو الهی فضلت شم اون این چیز بگم دوام نمی کنه. نه مادر، من که تو رو باخه دوام کردم ایچقی من همیشه همیشه من تو رو دوام کردم. چی میخواستی بگی؟ جونم تنه برای بابای تنه شده. خب مگه تلفنی باش حرف نزدی؟ من میخوام خودش رو ببینم. بی خود کردی خودشو میخوای ببینی؟ چند دفعه بهت بگم نمیخواد لیبس منم دیگه ور ندار. نه 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 نکن، نمیدم. آقا نکن نکن بنوش جانم. آقا جون بدونم جونم. آقا جون آقا برو با تبلیغ بازی کن. جونم آقا جون من اینجا. سلام برو ماهت نوه عزیز بابا بزرگ. یه بوسه کوچولو میدی؟ آقا جون من که نوشابه نخوردم. دیگه اسمش نبر. خواب این چی امونه دو گوشی روی کلت؟ گلدونه؟ بنوش جانم. آقا جان اینو گیر نده، این هستی که کارش نمیشه. داشتی چی کار میکردی؟ وای آقا جان چرا اینجوری نگاه میکنی؟ اول کردم چی کار میکردم؟ آدم به خودی شک میکنه. سال با کام مرتب میکردم. این دقیقه بیا کارت دارم. آقا جان چی شده؟ آقا جان خواهش میکنم به من بگو چی شده؟ به من بگو بایسا. چیزی نشده. بابا میخواد با دخترش دو کلمه حرف بزنه، اشکالی داره؟ من شما یه چیزی رو داری از من پنهان میکنی. چیزی رو از تو پنهان نمیکنم. دخترم گفتم بیا دو کلمه با هم حرف بزنیم. آقا جون شما فهمیدی من و آبینا زیر اتاق زیر پله چی کار میکردی؟ نه مگه داشتین کاری میکردی؟ جون آقا جون فهمیدی؟ عزیزم من از بیرون اومدم، چه میدونم داشتین کاری میکردین؟ هیچیه. چرا تو اومد میزنی چی کار میکردین؟ چیزی نگفتم، فقط پرسیدم چی کار داشتین میکردین؟ خیلی خوب هیچی، یه چیز میخواستیم بگین. چی بود؟ اگه گذاشتی بشین. چشم شما دست من رو حسی با. نه والا نه بلا. خب بفرمه. بهنوش جان. جانم. دخترم. بله. گلم. بله بابا جون. آقا جون بگید دیگه، من سوسن نیستم که عقب باشم. اگه بذاری دارم میگم. بنوش جان تو این 10 سال که رفتی خونه شوهر هر چی از خدا خواستی بهت داده. خرابش نکن، زندگی تو به هم نریز، بچه ها تو آباره نکن. یادت یه جمله گفته بودی اون موقع ها یا حامد یا مرگ یا مرگ یا حامد. دفترچه خاطرات منو خونده بودین شما همشو؟ راستش نمیخواستم بخونم، همین جوری شد. داشتم از در اتاق سوسن رد میشدم، دیدم داره یه چیزی میخونه، های های گریه میکنه. گفتم اصلم برای چی گریه میکنی؟ ملوزکم برای چی گریه میکنی؟ دفترچه تو نشونم داد، خوندم یا حامد یا مرگ یا مرگ یا حامد. گفتم شاعر این شعر کیه؟ گفت بهنوش. اونم خونده بود همه؟ آره عزیزم، اتفاقا همون موقع بهارم اومد، دو تا سنگک خریده بود، خوب یادمه. بهارم اومد خوند. بهارم خونده بود؟ بله عزیزم، ما یه خانواده ایم، اشکالی نداره، ما از هم چیزی پنهون نداریم. بله اصلا آجون فرمایشات شما همه درست، همیشه هم حرف حساب میزنی، ولی دور زمونه فرق کرده. آره عزیزم فرق کرده، راست میگی، همه چی فرق کرده. مثلا اون موقع کامپیوتر نبود، حالا هست. اون موقع کسی با دماغش کار نداشت، الان همه دم به ساعت به دماغشون ور میرن. اون موقع مسی نبود، توپ‌بازی نبود، الان هم مسی هست، هم مدرسه فوتبال داره. ای آقا جون دیگه پای مسی رو چرا وسط میکشی؟ بدبخت بیچاره کم فوش خورد. نه آقا جون این حرفا نیست، یه سری مسائله، یه کرکتری که من دارم حامد نداره و آرزوهای من با آرزوهای اون خیلی فرق داره. آقا جون میشه بگی آرزوهای دختر گل من چیه بابا هم بدونه؟ آقا جون من آرزو دارم بچم عرفان بره مدرسه فوتبال مسی. آرزو دارم این دخترم آوینا بشه ماریا شاری و پوا. پوا پوا دیگه کیه؟ بابا پوا دیگه همین دختره هست، قهرمان تنیس زن جهان. تق 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 یک تنیسی، یک کارایی میکنه اصلا آدم موش از سرش میره. دیگه چه آرزوهایی داری دختر گلم؟ دیگه لاغرشم، آرشگاه بزنم،
برم اسکی، برم قواسی، همین فوتبال برزیل جام جهانی 2014، مگه من چیم کم از زنای اروپایی؟ دلم میخواد برم ببینم فوتبال از نزدیک. بوتاکس، بوتاکس چیه دیگه آقا جون؟ دیگه تخت تخت همه مردم دارن میزنن، حامد اونم فیلتر کرده. چیزایی که میخوای بد چیزایی نیست، اما دخترم آدم باید پاشو به اندازه گلیمش دراز کنه. نه آقا جون این حرفا نیست، اگر آدم تصویر ذهنی داشته باشه هر چی که باشی همون میشه. فلافل زرم که باشی میشی صاحب بزرگترین رستوران های زنجیره دنیا. اینا رو من قبول ندارم، اینجا و اینجا باید کار کنه. آخه دختر گلم، این حامد بدبخت بیچاره فلک زده فلافل زن، پولش کجا بود تو رو بفرسته جام جهانی برزیل؟ پولش کجا بود برات بوتاکس بخره؟ این داداشت بهادرم که به خاک سیاه نشوندش. نگو بهادر، بهادر نگو آقا جون، تمام آرزوهای من اون به باد داد، تمام پول شوهر من اون به باد داد. آرزوهای منم به باد داد، آرزوهای خانوادرم به باد داد. منو آفلاین کرد، من آدم آنلاینی بودم آقا جون. من نمیذارم هیچ مردی تو این دنیا منو آفلاین کنه. من تمام کانکشنمو با این دنیا میخوام. من نمیذارم، من اجازه نمیدم. من تمام شبکه‌های مجازیمو میخوام. من که نفهمیدم چی میگه آخرش. اما قصه نخور، گریه نکن دخترم، همه چی درست میشه. اصلی بچه‌ها رو حاضر کن بریم بیرون، همین بچه‌ها یه نفسی بکشن، هوایی بخورن، هم دو کلمه فارسی حرف بزنی ببینم دردت چیه. چشم اونجور چشم، اینجا هم همه خط داره، اینجا هم همه داغونه. دلم خود اینا نباشه، این آرزوی زیادیه. ولی تو دخترت اون زیر پله داشتین یه کاری میکردین که از من پنهان کردین. خانم دکتر، ما وضعیتون همینه، زهای رو باته مرام داره، این معرفت داره، دو ما فقط حبس دکشه. ما رو نشناخت میخوام بگیم به آدم میخوام بگیم در خانه ما اگر سفر خانه ما رو نقه اگر هست نیست در خانه اگر نیم سفر سستم میشه. آشفی نوبت شماست، بفرمایید. بله ممنون. وقت قبولی بله، یک شنبه ساعت 4. شما اینجا چی کار میکنی؟ خیلی دلم برات تنگ شده بود. برام همینطور. کی برگشتی؟ تازه یکی دو روزه اومدم. وای چه گل زیبایی فرزانه. کار نداره. کار چیه میکنی؟ من این مریضیم، راش میندازم نمیشیم حسابی با هم گرد. باشه خانم برمکی. بله خانم دکتر. لطفا مریض بعدی رو با تأخیر بفرست. بله حتما. باشه. تولدت میخوام دکتر، میدونستین تاجی گل سفارش میدادی. تولدم نیست، پا واسه خواستگاری اومده بودن. خانم لطف کنیم بشینیم اونجا. خوبه جام راحت الان. این صندلی منه، لطفا بشینیم اونجا. اه آه ببخشید. چشم یالا. خب مشکلتون چیه؟ اول یه چیکه آب به من میدیم من بخورم. بفرمایید اونجا هم هست. کجا؟ از شما رحم نکنم. بفرم هرست دست شما درد نکنه. مشکلتون چیه؟ آه من مشکلم قلبم درد میکنه. قلبتون؟ بله. باید بریم متخصص قلب. رفتم شما رو معرفی کردن، گفتم بیام خدمت شما. من معرفی کرد؟ بله. کدوم دکتر؟ اسمن حضور ذهن ندارم، قیافتن میشناسمشون. آقای دکتر بود اسمشون. ببینید اینجا دندون پزشکیه.
خب همون، من شبا که میخوابم قلبم درد میگیره، شبا میزنه تو دندونام، یعنی همه این دندونای فکت دیشب تا صبح نخوابیدم خانم دکتر، کل این دندونام درد میکرد. چند وقت این مشکل رو داریم؟ دو دقیقه، نه یعنی دو ماهه تقریبا، دو ماهه. از یه جای خاصی شروع شد، میدونین؟ راستیتش دو ماه پیش تو همین خیابون سهنده دو ما با چند تا از این مچ پا کلفتا درگیر شدیم. چند تا آدمای مچ پا کلفت، مچ پا کلفت یعنی آدمای بی اصل و نسب و بی ریشه، تو فرهنگ قدیمی فارسی به کار می‌بردن این لغتو. بعد ما درگیر شدیم با اینا، اینا مزاحم یه خانم دکتری شده بودن، اتفاقا هم قوارهای شما بود. بعد یه ماشین خانم دکتر، یه ماشین، این ماشین نقره‌ای شاسی بلند داشت. وای من شما رو شناختم، شما همون آدمی نیستین که با اون مزاحما دعوا کردین به خاطر من؟ یادتونه درسته؟ شما اونجا بودی؟ من همونی هم که جیغ میزدم کمک میخواستم، یه مانتوی سفید اینطوری هم پوشیده بودم، یادتون هست؟ اگه یادتون باشه کارت هم بهتون دادم. آه بله بله یادم اومد. عجب دنیای کوچیکه، اوج تصادفی. گفتم از در اومدم تو هی نگاه کردم شما رو دیدم، چقدر چهرهتون آشناست. ای بابا ببخشید دیر به جا بودم. خواهش میکنم. شرمنده، ما خیلی از این موردا زیاد داریم، بعد به هر حال میریزن و اذیت میکنن خانمای باوقاری مثل شما رو. ما به هر حال چند مورد اینجوری داشتیم، واسه یادم رفت شما. خیلی خوشحال شدم دیدمتون، همش خدا خدا میکردم یه بار دیگه ببینمتون، بتونم محبتتون رو جبران کنم. ما همینجوری، ما هم خیلی خدا خدا کردیم شما رو دوباره، یعنی خب بفرمایید من دندوناتون یه چکی بکنم. حالا تا اینجا تشریف بردید. شما چی بهتر است؟ به چه تخت راحتی. عالی. خب اسم شما؟ بهادر. بازتر کنید بهادر کا؟ بازتر. وای دندوناتون آخ ببخشید. اوضاع دندوناتون خیلی خرابه. بله. شما مسواک میکنید؟ والا فرصت بشه میزنیم، ولی فرصتش زیاد پیش نمیاد، واسه همین بعد نهار، بعد هر وعده غذایی با خلال دندونی چوب کبریتی چیزی لاشو پاک میکنیم، بعد هفته یه بارم با پرمنگناتی آب نمک قرقره میکنیم. شما باید هر روز مسواک بزنید. چشم، از شنبه روزی 800 بار مسواک. ببخشید. الو آقای محترم، من جواب شما رو دادم قبل، گفتم بهتون باید با خانوادتون تشریف بیارید. آقا اینجا محل کارمه، دیگه مزاحم نمیشینه. آقا باید با خانواده تشریف بیاریم، همونی که پدرم گفت. حرف منم حرف پدرمه، عرض کردم باید با خانوادتون تشریف بیاریم. آقا چرا انقدر مزاحم میشین؟ ای بابا. الو مردی که خجالت نمیکشی زنگ زنی جمازه مردی جا میکنی؟ اونم تو روز روشن موقع کار داشت تو دندونی بدبختی کار میکرد. خب علامت زنگ بزنی؟ قطع کرد. ترسی گرخی. ای وای اصلا احتیاجی نبودی کارو بکنی. دیگه مزاحم شما نمیشه. هر موردی هم اینجوری بود شمارش رو به من بدین، جنازهش تحویلتون میدم. بفرمایید. خواهش میکنم. من دیگه با عزتتون رفع زحمت میکنم. نمیشه، دندوناتون خیلی وضعش خرابه. ان شاء الله دفعه بعد با خانواده میرم. خواهش میکنم با خانوادهتون تشریف بیارین. قدمشون رو چشمم. یه دقیقه وایسین لطفا. یه لحظه. خانم برمکی، این آقایی که الان میام بیرون پول ویزیتشون رو برگردون. حتما. اگه خودشون و خانواده‌شون هر وقت اومدن دیگه ازشون پول نگیرید. حتما. خجالتتون میاد خانم دکتر. احتیاجی به این کارا نبود. ما بی توقع این کارا رو واسه شما انجام دادیم. کمتر کاری بود که میتونستم براتون انجام بدم. ما کوچیک شماییم. سایتون مستدام، با اجازه. مسواک یادتون نره. روزی 800 بار. کوچیک خانم برمکی، دست شما درد نکنه. میگم پول رو زمینم برمیداری باید بشوری. بس شما در نکنم باید بسید. باور کن به نگات مدیونم، من عشقو تو چشات میخونم. وقتی تو لیلی من باشی تا عبد مکنونم. من با تو دل خوشی میسازم، با حرفات دلمو میبازم. ای حس گرمی آوازم، من به تو مینازم. Oh,
عشقی که همیشه با من همراهی، تقدیر منی خواهی نخواهی. باور کن به نگات مدیونم، من عشقو تو چشات میخونم. وقتی تو لیلی من باشی تا ابد مجنونم. من با تو دلخوشی میسازم، با حرفات دلمو میبازم. ای حس گرمی آوازم، من به تو مینازم. هزار هزار بهار گل یه گوشه نگاته، هزار قناری عشق تو مخمل صداته. بهار و سبز و عید اینا همش بهونه است، هزار هزار سبد گل تو عطر نفساته. باور کن به نگات مدیونم، من عشقو تو چشات میخونم. وقتی تو لیلی من باشی تا ابد مجنونم. من با تو دلخوشی میسازم، با حرفات دلمو میبازم. ای حس گرمی آن